در پی توافق اعضای اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت، قیمت‌های جهانی نفت با افزایش ناگهانی همراه بود، به طوری که قیمت هر بشکه نفت برنت از 46 دلار به 51 دلار رسید. قرار شده کشورهای عضو اوپک از یک ماه دیگر مجموع تولید نفت خود را 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. عربستان سعودی، عراق، امارات و کویت بیشترین کاهش را خواهند داشت، اما ایران از این تصمیم مستثنا شده و میتواند میانگین تولید روزانه نفت خود را 90,000 بشکه در روز افزایش دهد. گفتگو میکنم با وزیر محترم نفت که سحرگاه امروز وارد تهران شدند. آقای زنگنه سلام، ممکنه خواهش کنم برای بینندگان ما بفرمایید که اصل توافق اوپک چی بود و چطور شد که با افزایش سهمیه ایران علی‌رغم کاهش سهمیه سایر اعضا موافقت شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از فرصتی که به من دادید. منم ماه حلول ماه ربیع المولود رو که در این ماه میلاد پیامبر نور و رحمت رو داریم تبریک میگم خدمت شما و بینندگانتون. این تصمیم خوب تصمیم مهمی بود. اوپک بیش از 2 سال بود که واقعا منفعل بود در بازار و بعضی ها میگفتن اوپک دیگه مرده. خب در الجزایر نشانه هایی از زنده بودن اوپک نمایان شد. یه تصمیم ما گرفتیم که 32.5 میلیون بشکه تولید اوپک رو برسونیم، کاهش بدیم. در واقع الان همون تصمیم گرفته شد و با تعیین اینکه سهم هر کس برای کاهش چی است. 1.2 میلیون بشکه کاهش تولید ما خواهیم داشت که میرسونه تولید اوپک رو به 32.5. در اینجا همه کشورها موظف شدن که 4.5% از آخرین تولید خودشون که در پایه اکتبر باشه کاهش بدن، جز ایران که ایران پایه تولید شما گذاشتیم قبول کردن اوپک. بعد از ماها جنگ اعصاب و درگیری و آمد و رفت و بحثای فراوان و اعصاب خرد کن، بالاخره بالاترین رقم تولید تاریخی ایران بر مبنای گزارش منابع ثانویه که در سال 2005 بوده 3,975,000 بشکه در روز شد پایه تولید نفت ایران. و بر این اساس ایران همونطور که در گزارش هم شما خوندید قرار شد که موافقت شد که 90,000 بشکه به طور متوسط تولیدش رو نسبت به ماه اکتبر بتونه در 6 ماهه آینده که دوره اعتبار این تصمیم هست افزایش بده. آقای مهندس، ما علی‌رغم اینکه به هر حال در اوپک با کشورها همکاری میکنیم، در بازار رقیب هستیم. چطور پذیرفتن، به خصوص عربستان چطور زیر بار رفت؟ ببینید، این یه مطلب بسیار مهمیه که ما در زندگیمون و در زندگی حکومتیمون باید بهش توجه بکنیم. یعنی میشود در این رقابت و در حتی داشتن اختلافات شدید سیاسی باز با هم همکاری و تعامل کرد. این نمونه بسیار خوبش الان اوپکه. یعنی ما در واقع در این حال که همه با هم رقابت دارن، بعضی جاها ما با هم اختلافات سیاسی خیلی شدید داریم ولی توانستیم تعامل کنیم. بخشی از این تعامل به قدرت کشوره، قدرت شما برای تولید، من حالا در کلش نمیگم، در اینجا قدرت هر کشور برای تولید و ظرفیت مازادش برای تولید حرف اول آخر در اوپک میزنه. شما اگر قوی باشی میتونی حرف تو جلو، ولی اگر ضعیف باشی با خواهش تمنا هیچکس گوش نمیده به کار شما و شما رو تیک پاره میکنن و میخورن و از بین میری و نابود میشی. ما اینجا ایستادگی داشتیم. معلوم بود که سیاست در کشور، نه تنها در وزارت، در کل کشور ما اینو ثابت کرده بودیم که بر پای حرفمون هستیم برای اینکه برگردیم به وضعیت قبل از تحریم. و خیلی هم به ما انتقاد کردن که شما با این کاراتون قیمت نفت رو کم میکنه. حتی کاریکاتور ما رو کشیدن نوشتن مفت فروش. ولی خب بالاخره ما ایستادیم. ما منافع ملی رو برامون اصل بود و الحمدلله خداوند کمک کرد نتیجه داد. خدا رو شکر. پیش بینی بازار البته همیشه کار سختیه، ولی همین از دیشب تا حالا متوسط 5 دلار قیمت بیشتر بالا رفته. چون اخیرا الان که من در اینجا اومدم از همین دوستان خبر شما گفتن برند الان روی 53، یکم عبور کرد. 8-9 دلار تقریبا. فکر میکنید تا 1 ماه آینده که تصمیم اجرایی میشه، با توجه به اینکه فصل سرما هم هست و سایر متغیرهای بازار، آیا افزایش قیمت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟ دسامبر ماه بدیه برای بازار، همه بازار نفت نمیخرن که تقاضا کم میشه، انبارشون رو کم میکنن که سوداشون آخر سال نشون بدن. اما بالاخره با همکاری روسیه که اینم مهمه که بعد از تلفنی که آقای رئیس جمهور ما آقای روحانی داشتن و با آقای پوتین صحبت کردن،
روسیه خیلی آشکارا مواضع خودشو به کاهش تولید، قبلا میگفت فریز، بعد آمد به کاهش تغییر داد و این برای ما با ارزش بود، برای اوپک با ارزش بود، قبول کردن 300 هزار بشکه کاهش بدن. و اگر این 300 هزار بشکه رو برای 300 هزار بشکه دیگه که قرار است بقیه غیر اوپکی ها اضافه بکنن بیاد، من فهم کنم قیمت ها خیلی محکم بالای 50 دلار ان شاء الله بیست. اگر محرمانه نیست، حد اکثر توان تولید ما الان چقدر آقای من؟ ما الان همینی که داریم تولید میکنیم حدود بیشتر از 3,800,000، نزدیک 3,900 واقعیت است که داریم تولید میکنیم. البته منابع ثانویه ای که ملاک اوپک است، تولید ما رو در اکتبر 3,707 زدن. اما تو همه کشورها این هست که تولید واقعیشون فرق داره با تولیدی که منابع ثانویه میگن، اما ما باید تولیدمون رو ظرفیتشو بالا ببریم. ان شاء الله. متشکرم آقای زنگنه، وزیر محترم نفت، از اینکه به استودیو خبر اومدید. منم از شما متشکرم.